جسته گرخته شنیده شده که شما زندگی خیلی سختی رو گذروندین. وقتی آرمان ماندگاری در دنیا در فیزیک این همه افتخار آوردن، دیگه خستگی از این همه سال براتون نمیمونه. خانم ماندگاری، آرمان ماندگاری اونطوری که شنیدم و از شواهد و قرائن برمیاد از طرف سازمان‌های جهانی خیلی طرفدار داره. شما خیلی سختی کشیدین، یک شب تو زندگی شما خیلی تعیین کننده بوده. من چاشنی درد و رنج و سختی و جای خود غذا چشیدم، اما دردهای منو دوتا مرد کشیدم. هنوزم چشم منتظر اومدن اوناست. به جای همه ی زندگی، اون شبو براتون تعریف میکنم که همه ی زندگیمه. شکمش میترکه، نمیشه اصلا رفت سمتش. من با دست شکمش رو خالی میکنم. آقایون بفرمایید. با بهشته کار دارم. خانم اینجا نمیاد، الان واسه پدرشون اینجا. حالا چی کارشون داری؟ خیره، بفرمایید اتاقش اونجاست. من کار دارم، بفرمین. نه اتفاقا با خانم کار دارم. میپرسیدین در میزدین، من که واسه پدرم اینجا. تو کی هستی؟ سلام بابا، من میرم تو آید اسبار تماشا کنم، کارم تموم شد. اسبار تو پس فردا هستن، شام تو بخور بعد با هم میریم. چی آقا؟ بدهی دارم، طلب دارم، قرار سوخ شده دارم. بشین آقا، همه اتاقو گرفتی؟ منو نمیشناسی؟ چطوری منو پیدا کردی؟ دستمو بگیر، همین الان میریم پیش اسپا. این همه پول ساختین، اون وقت پدرت باید. بشین. خاتون رودکناری رو میشناسی؟ یادته؟ آره، اون یکی از تمیزترین و عاقبت به خیرترین کارامه. چطور مگه؟ من خوبه هستم. اون بیرون وایستادن، چیز زیادی هم نمیخوایم جز نشونی این عاقبت به خیر رو. حالا اگه من نشونی اون خانمو نداشته باشم چی؟ خیلی دلم میخواد یه کادوی گرون قیمت و بزرگ واسه دختر خانومت بخرم. خیلی خوشگل شده. نه ببین، دستت بهش بخوره، یعنی حتی اگه حرفشو بزنی. منو خوب میشناسی. زنی که تو دیگه از رد خارج شدی با این بلایی که سر خودت آوردی. من آدرس اونو میخوام، از تو هم میخوام. به تهدیدش نرسون، خواهش میکنم.
پاشو برو بیرون، برو تا رومون بیشتر به هم باز نشد. اون خانم داره نجیب با بچهش زندگیشو میکنه، چی میخواین ازش؟ دیدی؟ کشتی رو میسازن، تو بطری میکننش، بعد نخشو میکشن، بادبوناشون تو با میشه، سر پا میشه، تو بطری، نه تو دریا. اون زن هم شانس آورد، شانسش یه شوهر خوب بود که من واسش پیدا کردم. حالا چی؟ با پول میاد. من دلم نمیخواد یه جوری دیگه که دلم نمیخواد با تو رفتار کنم. سختش نکن بهشته، خواهش میکنم. آخه وا بدین، فقط شما جیب دارین. اون زن، این بادبوناش وا شده، اونم تو بطری نه تو دریا. همه چی رو با هم قاطی نکن، دارم با زبون آدم با حرف میزنم، زبون غیر آدم هم بلدم. من حالیم نیست بطری و کشتی و نخشه بکشی بادبونا باز که. من آدرس رو میخوام، آدرس رو ازت میگیرم. الو سلام خانم فخرالنسا، مظفر هستم. پیداش کردی؟ آدرس تازه‌ش رو گرفتیم، داریم میریم سمت خونه‌اش. رحم بهش نکنین، هر چی از تو نیست ازش میگیری. زنی که خیابونی رو، همش تقصیر مرحوم شوهرم بوده. مظفر، درصدی تو میبرم بالاتر، هر چی هست تو نیست از حلقومش بکش بیرون. چی شده؟ نترس مامان، نترس، اینجا خونیه. نترس مامان جان، کار واجب دارم. این همه مرد اومده بودن واسه تو؟ موبایلمو شکوف مردی کن. چی شده میگی یا نه؟ بریم درمونگا. الان میرم. بایسا. اینا کیا بودن؟ نه درس ما بایسا. بایسا مهمه. بایسا. بردار زن. جونت. عمرت. بچه ته بردار. بله خاتون، من بهشتم. بهشت اگه بمیرم بار من تنها گذاشم، چه پدری بعدم بگی. بگم کار مهم باید دارم. پسر تو بردار همین الان، با هرچی پول و طلا داری برو ریختن اینجا. سیر ندارم، نتونستم قابمت کن، دنبال نشونی تازت میگشتن، دخترم رو اذیت میکردن. تو راهن میگم، تو راهن. آرمان میگم خاموشش کن، مگه با تو نیستم؟ میگم خاموشش کن مادر. پاشو بیا، پاشو بیا، کجا من داری؟ بهت میگم پاشو بیا، برو بودو بیا، بودو بیا. مامان چی قربونت برم؟ مامان جان نباید به دستی گریه نکن، خب تا مامان از هیچ بلایی سرت نمیاد. قربونت برم، بیبری بودو
باشه من مزاحم شدم خواستم اگه اشکال نداره امشب چی شده؟ چیز خاصی مامان امشب خواستم آرمان پیش شما بمونه همه وسایلشم این توی هیچی کم نداره مامان قربونت به فردا صبح میام نگران نباش نگران بریم مادر، یکی از این چراغ‌ها رو روشن کن. ببین، خوب گوش کن. نه ترس، هیچ کاری باهات نداریم. تو اونقدر عاقلی که تونستی زن این چراغ‌ها موندگاری بشی. بشین! اونقدر عاقلی که تا اینجا تا این خونه و زندگی باهاش اومدی. این پولا و دارایی مال تو نیست. پولا و طلاها و سندا رو میدی؟ کاری باهات ندارم. اما اگه عاقل باشی، خالیت نمی‌کنیم. یه چیزایی واسه تو و پسرت میذاریم. اگه بدقلقی کنی، پول خرج کردن که تو و پسرت زنده نمونی. خودت که صفرم نیستی. هیچ کسی عقب جنازت نمیگرده. یه زن کاسب بیکس خلاف که ما میدونیم با جسدت چی کار کنیم. اینا رو میبینی؟ هیچ کدوم حوصله نداریم وقت برات بذاریم. عاقل باشی، 10% برات میذارم. نه از اون زمین گلاب دره. ببین آقا، خیلی حرف میزنی. تو اگه منو نمیشناسی اینجا چی کار میکنی؟ من عین تو رو کم ندیدم. من کاری نکردم. من و شوهرم با هم شهری زندگی میکردم. آقا، دست تو زندگی خصوصی من نکن. بشین. بگردین پسرش رو پیدا کنین. همه جا رو بگردین. این زنی که حرف حالیش نیست. زنده نیستی جواز دفنتو ببینی بابا. یه بیابون جواز میخواد. بیابون. از نشد هیچ چی نمیمونه. سوزونده میشی و تموم. تو و بچه تو رو هم خاکسترتون رو میریزن توی شیشه نوشابه. سند واسه خونت که کاری نداره. دو شماره ما صادره است. اصلا به اسم هرکی که تو بگی. آقا، التماس میکنم. چی میخوای؟ شما برای پول نیومدین اینجا. بگی چی میخوای؟ بگی چی میخوای؟ عوضی اومدی؟ ساکت خفه ولی که سریع اومده سر تو هم بیاد ها از خفه حواستون جمع دست بهش نمیزنید بریم من میدونم بچه تو این ساختم مامی چند ساعتی اینجا این بچه بچه مرید همینجا با این دوره برای بخواد من ردش رو بو میکشم
خانم اینا ولت نمیکنن. دیدم فرار کردین. گرفتنه؟ آقا برو. برو من خودم رو پیدا میکنم. من سیگار فروشم، مزاحم نیستم. یه تاکسی برات بگیرم. آقا من خودم میترسم. برو. برو جلوی اونو بگیر، دستش به من نرسه. برو. بارون هم که به نایمه ماشین شما هم که نرسید. این لامون سوار هم که نمیخرم. اینا اتفاقا خیلی ارزش داره. اینا با من کی بود؟ به صدای من خسرو کجایی؟ یه صدای اومد. هنوز تموم نشده، این آخرش نیست. یه چی دیدی؟ شاید گفتن همه میزا جمع قرقره آپارات. ساعت 12 گذشته، این آخر شب یا بیان تو رفتن چون مکافات. کجای خسرو؟ بله اینجا. بله گوش کن امی، انگار تو سالن صدای فیلم میاد. امیر خان یه زن سروز درستی نداره، خونی مالیه. منم الان دیدمش اینجاست. من در رو نبسته بودی، دوازه گذشته. کجاست؟ پشت ستون. امیر دست بهش نزن، بذار حرف بزنه. یه چیزی شده که پناه برده.
بزنم سعاده یا میخوایم بزنمش تو خیابون؟ اگه تو اینجوری هم بودی یا ما نمیدونستی یه زن زدن به این روز انداختنش بذارم تو خیابون؟ اون بالا به نظر میاد تنها نیستی، این هم مثل خواهر خودت، چه فرقی میکنه؟ تو خیلی مردی خسرو، ازت دیده بودم، یه چیزی گفتی ها قول شدم من همینجوری یه چیزی گفتم، جدی نگیره. کسی خونه نیست؟ الو، صدا میام؟ بابا این خیلی داغونه. فشارش افتاده. نیستم حالا من یه خورده جا بیاد میرم. خسرو بیرونو بپا، صدای تلویزیونم کم کن. خسرو برو با کارت برس، این خانم اگه خواست بره مواظب باش تو خیابون، فقط یه نگاه بکن. چی شده خانم؟ میخوای آمبولانس خبر کنه؟ آژانس؟ پلیس؟ بر سلامتی شما نگرانی. ببین خانم، اینجا باشی واسه همون درد سر داره. ما میتونیم ازت پذیرایی بکنیم، حالا یه چای گرم با نبات یا پاک کردن صورت تو این کارا، اما حتما یه چیزی شده که اون برم داره. من کاری نکردم که بودنم اینجا شما رو تو درد سر بندازم. با این وضع این وقت شب حق دارین. خوب من امضا کنم، آینده بچه‌مه. خدا خواست سر همین جا رو بالای تصادف شد، بچه را اینجا رو دیدم، من آوردم اینجا. حالم خوب شد میرم، حالا یکم حال ندارم، فقط یکم بشینم. یکم بشینم بهتر میشه. گفتم صدای تصادف رو همین یکی دو دقیقه پیش. راست میگه، بل نیست، ولی اینجوری بالا میگیره. خانم، زورگیری، دزدی چیزی بود؟ خب ما یکم حالم جا بیاد میگم براتون، نمیخوام تو درد سر بیافتیم. اسمتون چیه؟ خاتون. میدونی اینجا کجاست؟
لاله‌زار. چراغ اینجا روشنه. دیگه قایم شدن ندارم. فهمیدن تو اینجایی؟ بگی اینو. پاپوش نباشه. دیگه به چی نمیشه دل بسته، نه به رفاقت، نه به مردونگی، نه به زنونگی، نه به قوم و خویش. مرتیکه رو بهش میگم وایس اونورا بود دهنت حالم به هم میخوره. آخه هر شب مست. دستم رود بالا میکنه. کی اون؟ نزایده. دائم داره یه کوفتی رو ترک میکنه با یه کوفته دیگه. از شیشه در میاد باز میره تو شیشه عرق. بعد اونو میذاره کنار، میره تو شیشه. معتاد دیگه. اون دست رو من بلند کنه. همچی خوب تا جا داشت. همسایه ها از زیر دستم درش آوردن. کلی دنبالت گشتم. همه لاله‌زار میشناسنت. بذار فرشته. تازه دارم یه سامونی میگیرم. اینجا هم جا واسه خواب و خوراک دارم. هم پامو بیرون نمیذارم. میگم داش اگه زیادی هم آشنا ماشنا داشته باشی یه دو سه شب تا طلاقم بیاد. گفتم تا آخرش پای طلاقت هستم. دیگه هیزم زیرم نذار. خسرو. بله آقا. خسرو. بله اینجا. بله آقا. یه قهوه داری؟ اگه نه یه چای داغ. بله آقا. میتونی شیرین کنی؟ عسل داری؟ بله اختیار داری. فقط یه چیزی، من خواهرم دو شب میمونه اینجا، کار مهمی داره. من خودم میخواستم زودتر بهتون بگم. خسرو، حواست به در بیرون باشه. چراغای بیرون روشن باشه بهتره. حالا من چایی میریزم. گشنه باشین گشنه میمونین. 12 به بعد همه جا تعطیله. بقالیا سوپریام همه تعطیلن. بگو خاتون خانم فشارت افتاده؟ اون چاییو بیاره خوب میشم. خوب بشم بتونم راه برم. میرم. اینجوری کار دستتون میدم. صدای خانومه با کلاسه با. از این زنه در پیتینی. ول کن این زنه رو بابا. چرا داداش نگو کجا اومده؟ چی شده؟ بیا حالش رو ببره. توپ. الان بهت میگم چی شده. یه گنجیش ترسیده. خودشو زده به شیشه باشگاه. بالش شکسته. شاعر شدی. باشه تو من. اینقدر دوستشم با عبد اینجوری حرف بزنم. نشد که. مال ما میشه طلا با کتک. مال اینا میشه آشتی با یه بنز. رو راست خانم. راست بگی جاد امنه. ما نمیذاریم کسی به آزار برسونه. امیر پاشو یه پارت بزنیم. اداره آروم. الان با آب قند حالت خوب میشه. اما اگه میدونی یه چیزای دیگه هم هست فکر کن. ما که دنبال بعدی با شما نیستیم. خیر بزنیم یه پارتی بسده. ماریش و سیبیلمون تو سینما سبز شد. تو همین چند تا دونه سینما جای خوبی اومده. امشب سینما را افتاد. خستم کابه. یه امشب میخواستیم زود بریم کنم. اونا کارخونه این نما بردش. فعلا که یه خانم اومده تو داستان. آخرش خوشه. Thank you.
آقا سبز بگو. اگه من نتونم این کارخونه ای که با زحمت ساختمش را بندازم میمونه همینی. این روز یک کله پزی ساده رو بخوای راه اندازی کنی یعنی مکافات. باید هزار تا مجوز بگیری، مجوز زبون، مجوز مغز، چش. اینا رو داری؟ میدونم وام گرفتن این روزا یعنی افتادن تو دیگه هزار تا کلک بانکی. گوش کن امیر، هم باید دروغ و کلک و اهل زد و بند نباشی، هم یه جورایی طرفات فکر کنن اصلش امورت بیخلاف نمیگذره. از این دور داشتم میدیدم که داره میره. اون پسره که زخمی شده بودن دنبالش داشت میرفت دیگه ندید تا اینکه این آقا با اون زخمیه برگشت. همین آقا رو میگم جناب سروان، فقط من دیدم چی شده. من دیدم اینا مسئله داشتن، خیلی مشغول بودن. اون ماشین سفیده یهو اومد جلو وسط خیابون. خانم چی شد؟ اینجا نیست. پر؟ یارو سیگاری هنو به پا. اون میدونه. ببی منو. کلینیک خصوصی مجهز. مال خودمونه. درست حرف بزن. در دهنتو بگیری یه چیزی گیرت میاد. از کدوم رفت خانومه؟ یه تاکسی گرفت از این ور رفت. دوستتون که حالش بد بود، زخمی بود و بردمش اینجا. خانومم فکر میکنم رفت تهران. تو بیا اینجا. بله. خب نگفتی خانومه چی گفت؟ کجا رفت؟ یه تاکسی اینجا رد میشه و داد میزد تهربینا. من سر پیازم، ته پیازم. حرف بزن اون یارو. جونم دم این دکتره رو ببین. من با بچه ها میرم. این ماشینم یه جوری از وسط خیابون کنار بکش. باش. لازم شد نشونه کلینیک موندگاری رو بده. باشه شما برین. سیگاریه و راننده هم با من. رضایتش یه جوری میگیرم میفرستمش بره. فقط عجله کنید شما. تکون بخورین. امیر دلم میخواد یه پارت درست و حسابی پیرامید بزنی. بردی اینجا رو خراب نکنی. اما اگه من بردم بازم نگرش داری. باشگاه بمونه تو همی سینم. چه هست؟ توی کس فیلماش میگفت. خدایا ازت ممنونم که من آدم کش کردی. بالاخره یکی باز پیدا میشد و خیلی ها رو میکشت. من که کار قانون رو صبور کردم. حالت خوبه؟ بهتر شدی خاتون قانون؟ بله. اونایی که
که دنبالتن. حالا هرکی به خودت مربوطه، بیان اینجا نترس، نمیتونم به سادگی ببرنت. ببرم؟ کجا ببرم؟ مگه هرته؟ این خانم خدا براش خواسته که بیاد اینجا. اینجا با بیرون فرق داره. بره که خدا خواست. اگه حرفشون زور باشه نمیتونم، اما اگه حرفشون زور نباشه امیر ما دیگه نمیدونیم کی به کیه. اگه حرفشون حساب باشه چی؟ معذرت میخوام، اگه نتونیم جوابشونو بدیم اون وقت کلانتری و دادگاه مال ما میشه، سرمونو بعد بندازیم پایین. معذرت بخوام. امیر باشه سر بریم بیرون یه هوایی بخوریم، یه سیگاری بکشیم. باشه عزیز من که امشب داره واسمون میباره. سیگار میکشی؟ میخوای واسه روشن کنم؟ اینو چیکارش کنیم؟ کار دستمونه ده، زن پیش پا افتاده هم نیست. به نظرم راست می، اما هنوز چیزی ازش نمیدونم. نگفتی، اما اینجورام نیست دیگه که یه زن تو خونش خیف کنم. اونم یه داف شاخ. حیف این سینما که منو تو بکوبیمش. حیف این سینما نیست دیگه، شده باشگاه انبار موتور. میفروشمش یه جا موتورها رو. نگرشون دارم میره بالا. این روزا همه چی ساعتی میره بالا. امشب واسهشون مشتری میاد. اینا خریدارم، برای کی و کجا معلوم نیست. میرزن تو خیابونا. من هم بعضاً بدتر از اونه که موتورای تو کمک کنم. امیر باید بری، میگیرنت. اگه بری دست منم وازه واسه که اون شریکاتو به خاک سیاه بشونم. اون زنت کتی، ای بابا احترام زنت تو رو بودن رو داره. خوب شد که طلاقشو امضا کردی، زن تو نبود. باید بری. کجا برم؟ نمیرم. یه سینما مونده که اونم اینه که هندو سراخ سراخ کنم بدم این همه الکتریک. نمیرم. به مرد حسابی، همین سینما رو هم ازت میگیرم. بدهکاری، شوخی که باهات ندارم. باید بری. اینم بلیتت، سه شب دیگه باس بری. اگه نری نمیشه به این سادگی از اون تو درت اومد. اینو چیکارش کنی؟ حرف تو حرف نیا. باید بری. یه ساعت دیگه واسه این موتورا میان، بذاریمش بره. کسی این دورو بر نیست که دنبالش باشه. راست میگه، دروغ میگه. ممکن کار نیستن بذاریمش بیرون تو خیابون بره. کی میخواد این سینما رو بخره؟ بذار نگرش داریم.
همینجوری خوبه. آدم خوبی. آزارش به مورچه هم نرسه. چه آدم بیخاصیتی باید باشه که آزارش به مورچه هم نمیرسه. یه اون یکی آزارش به مورچه نمیرسه، به یکی میگی برو کلا بیار سر میاره. کی به کیه؟ داروهاشون رو بخورن، فشار خونشون هم حتما اعلام میشه. بله چشم. خانم من رشتم نیست شب اینجا اومدم، کارهای واجب دارم. الان که باید خیلی خوب باشی. آره خیلی خوبم، اما من نمیتونم شب اینجا بمونم، هیچی با خودم ندارم، خالی خالیم. نه بابا همچینم خالی نیستی، دوتا تزریق داشتی. خانم ما دوستا کار مهم داریم، خانم فخرالنساء رو که میشناسی. ساکت باش آقا، اینجا بیمارستانه. ای بابا نه که بس تلفن با شما کار داره. خانم هستم. خانم دکتر، شما با یه تعداد آدم گاگول ببخشید عقب افتاده طرفیم، اجازه بدین اینا مرخص شن. ببین خانم دکتر، اینا اون عقب جاده خاکی گاز میدن، ما را بنداز بریم. بفهم خانم دکتر. خدا به خیر کنه، یه نفس داره داد میزنه. خانم دکتر آقا شما دم به دهنش نذاری. شما رضایت میدی؟ بله خانوم، کتبی، شفایی، تصویری، شهادت میدم امضا میکنم. فعلا بیرون باشه. ای بابا. بفرمایید دکتر عبدی هستم. خانم دکتر حالشون خوبه؟ بد نیستن خانوم، شکست بگیر بردیدگی شدیدی ندارن، اما باید تحت نظر باشم. اما دیگه نداره، اونا کارهای خیلی مهمتری دارن، یه آرام بخش چیزی بزنیم برن. شما نمیتونی به من بگی چی کار کنم چی کار نکنم، اینجا پادگان که نیست. اگه فردا یه بلایی سرشون بیاد شما قبول میکنی؟ اون دو نفری که اونجا، اون دوتا نره. خانم دکتر کار چیزی داری به مزفر میگو که اونجاست؟ بله به قول خودتون این دوتا نره رو شما تعهد میکنی؟ اینجا بیمارستانه، سرمایه گذار، سهامدار یا شریک، حتی دکترها نمیتونن دستور جدا هم مقررات بدن. این همه مقررات؟ این همه قروغنبی؟ خانم اینا ماموریت خیلی مهمتری دارن، اینا با مسکن کارشون راه میفته. بدم گوشی رو بده من. الو خانم دکتر ببخشید، اونا اگه میشه یه معاینه سرپایی و دوا درمون اما برن، تحفه که نیستن اونجا بمونن، حتما کاری دارن که برای خانم فخرالنساء مهمه. ببینم ایشون وقتی دستور میدن شما چرا تفره میدی؟ مگه آقای وکیل اینجا سوپره که دستور مواد غذایی میدی؟ اینجا بیمارستانه، بیمارستان اینجا شده خطاب مخبرای دخلی که بیان دهنشون بوی گنده الکل بده، شوخی های رکیک بکنن، زود خوب شن، زود برن. برشون داریم بریم بابا، سر حالا اینا چیزیشون نیست، زانه میره با. اصلا خانم چقدر حرف میزنی؟ چقدر وقت میگیری؟ من خانم دوبار استعفامو دادم، هر دوبارم من دلم میخواد همه تون برین استعفا بدین. بابا عجب روی داره. برین آقایون امضا کنیم ببرینشون تا همه جا رو به هم نریختن. بفرمایید. نه اصلا این زنه یه جا به بعد از زندگیش هیچی نمیگه، اگه بگه اینا براش کاری میکنن. واسه چی بگه بدبخت؟ بگه چقدر پول داره، بچهش کجاست؟ اون وقت هر کی میگه به من پول بده من کمکت میکنم. نه بابا اینا اینطوری نیستن. اینا رو نمیگم، این اگه بیفته دست اونا کارش تمومه. ای خسرو کاش من یه دونه این هفتیرا داشتم. چیکار میکردی؟ حالا بهت میگفتم. چه باز جو گرفتتو؟ ببینم میتونی یه کاری بکنی امیرخان دیگه نذاره بیا اینجا، کار منم میگیره. خیلی خب من کار هفتیر ندارم. اون گشت رو دیدی رد شد خانم؟ اگه بیا تو سرک بکشه شما رو اینجوری ببینه بپرسه این خانم تو باشگاه بیلیارد که خانم توش ممنوعه اونم این وقت شب چی کار میکنه، جواب ما چی باس باشه؟ شما با 110 بری مطمئن درد سرش هم برای خودت کمتر. خسرو. بله. شماره جناب سروان امید 110 داری؟ بله. به هیچ بهانه‌ای نمیخوام جواب ندم. اکبر ماندگاری مرحوم شوهرم اسم خاتون رو خیلی دوست داشت، اینجوری شد که من شدم خاتون از لباس روستایی گوشواره. اومدیم تهرون، کشاورزی تعطیل شده بود، پشت خاک سفید توی اتاق
هممو با هم توی زیر زمین. اونجا بود که با بهشت آشنا شدم. مردای پولدارو میشناخت. انقدر معرفت داشت که نزاش بیافتم تو مواد. اون منو با ماندگاری آشنا کرد. یکم که گذشت دیدم تیغم براش کنده. فهمیده بود چی کارم، اما بروم نمی آورد، زخم زبون نمی زد. مگه میشه برای مرد زن نشد؟ خونه اجاره کرد شد خونش. با خانمش دعوا داشتن، بچه دار نمی شدن. خانمش حق داشت ولی شد. پسر داشتیم، درش ارث گذاشت، گفت بذار بره درس و دانشگاه، تو مادرشی میدونی فرق چی؟ یکاش قبرش تو خونه بود که هر شب بالا سر قبرش از خودم ممنون میشدم. واسه همینی که شما راه بهتری جز 110 نداری. اینا درصد گذاشتن که از ما بگیرن. حق دارین باور نکنین وسط این همه خلاف و دروغ، اما من چیکار کنم؟ اونا وکیل میتونن بگیرن، سه تا وکیل بگیرن، الان یکی هم دارن. به من میگن کسی وقت نداره برای مرده تو، وقت بذاره برم زنگ بزنم 110 بعد چی بعدش آزاد بیام خونه. امروز نشه فردا، پس فردا بیام من میکشم بچه‌م. چی به همین آقا خسرو بگین منو از این در ببرید دم یه آژانس، من میرم. نمیخوام من این شما درد سر درست کنم. ببینم به سرت جاش امنه؟ مطمئنی دست اونو بهش نمیرسه؟ امنه. ببین خانوم ما هستیم، نشونی بدی من موتور سوار خوبی هستم، میتونم سوار موتور بشم تو همین بارون، برم یه چیزی تنش کنم بگیرم تو بغلم و بیارمش سالم اینجا. ممنون. بالاخره صبح میشه، روزم رو که خودش دارم، نمیتونم بزنمش همینجوری اونجا بشینه. فقط اگه پای پلیس یا 110، خیلی هم دوست اونا. ما که نمیتونیم دست رو دست بذاریم همینجوری نگاش کنیم، هی من بالا برم ببینم چیکار میکنه چیکار نمیکنه. باید یه کاری بکنیم دیگه. اصلا من میکنم، من میبرمش. مگه بیرون چه خبره؟ اینجوری هم نیست پیشته، اونجا حتما یه خبری هست، سر کلهشون هم پیدا میشه. من دارم بهت میگم. خب صدا تو بیا پایین. خب هر چی دارم بهت میگم تو حرف خودتو میزنی. تلفن زدی ببینی حرکت کردن؟ آره عصری زدم، بلیط اوکی کردم. اما چرا وقتی نمیدونم زندگیم به چی بنده باید برم فرودگاه که تازه اول جر و بحثه؟ چرا در گنجه وازه؟ چرا دوم خرد رازه؟ یه زمان فیلم ها آشتی میدادم، حالا چی؟ منم دوست ندارم تو بری فرودگاه. اما دلیلم با تو فرق میکنه. دست تمیز اونو بردار. برای میگم خودش از فرودگاه بیاد که حق انتخاب داشته باشه، یا خونه پدر مادر یا بیاد اینجا. میدونه تو فعلا جایی نداری، باید بیاد اینجا. اگه خودش تنها باشه یه حرفه،
اما اگه با سهر باشه یه حرف دیگه است. فکر کرد اگه پناهنده بشه اونم با دختر من کارم تمومه. اون 6 سالشه اون چه به پناهندگی؟ یه چیزی رو راست بگو، اگه دروغ بگی شعارت نمیافته. منو دوستش داری؟ سعی نکن چیزی رو یادم بندازی که همیشه یادمه. هر جا عشق بره با قلب من میره. عشق سر جاشه، اگه نباشه داستانش عوض میشه. خیلی به نظر بی کس و تنهاست. نه تالا به کسی زنگ زده نه زنگش زده شد. پول دارا تنها نیستن، یعنی پول هیچ وقت تنها نیست. من ها چه به موتور؟ میدونی سر کارت با کیا میفته؟ کیا میان موتور بخرن؟ به هر کدوم از خاطره هم فکر میکنم، یک کدومش با هم نیست. من خودم میدم. شما هر جو برم. عجب بارونه کابشا این بیاد نه وای نیست. شکر آقا کابه نبخشین که مزاهم شد. 100 تا موتور هوندا میخوام، اونم 125. هوندا دارم کسی ما کابه سنگینم داری؟ سنگینش داری؟ جوازش هم سنگینه داری؟ نه آقا شاپول ما خریداره، همیشه جوازش هم زیر بغلش. آروانه رو برداری. این موتور مسئولیت داره مرد حسابی، من چجوری نمیتو بدم دیگه. این با یه دونه گاز سرفرقونش میاد بالا. حالا دوتا هم صابونی پاره کرده. حالی نه داداش. خب حالی تپه چرا میخوای ببریش؟ مگه من تو قولش ندارم. دو ماه پیش من به تو گفتم این موتور نمیفروشم. این هنو موتور برداری. آیا چیز دیگه است؟ قیمتش هم یه چیز دیگه است. میخواهش تاله میخواه کجا میخواهی چون میخواهی که این چک به ما بدیم معلومیست که این میخواهد باسه شد. مسئولیتش به خودتا خیالت راحت باشی. مورد خورمه برو. ببین خانم، تا کاوه نیست. اون یکم عصبیه، زندگی پر درد سری داشته. نهر تجارت و منفعت و ضرر نه من. ما همیشه سرمون تو این سینما گرم میده. هم وقتی که فیلمشون میداده، هم وقتی که ساختمون. برای اینکه سر کاوه گرم بشه یه زحمی داره. سینما داری یه عشق، باید عاشقش بشی. هر جات به هر جای این سینما بگیره تمومه. برای اینکه چراغش روشن بشه باشگاش کردی. اون کاوه همه چی هم خوب بلده، مثل خود کاسبی هم خوب بلده. اما حواسمون پی این فیلم ها بوده. اینا رو گفتم بدونی داریم میریم تو اتوبان که صبح یا بهشت از اینجا بیرون بریم یا جهنم. دلم میخواد حالم که جا اومد برم. گفتم نمیخوام مزاحم شما و این سینما بشم. اونا تا صبح میان، با مرگ منم کار دارم. اما الان حواسم پیش بچه. منم حواسم پیش اونی. عضو باشگاه موتور سوارای ایرونه، هم نمیتونه موتورش رو سوار شه هم سینماش به این روز افتاده. شبا یواشکی موتور سواری میکنه.
ساختمون و فلزش که به این روز بیفتن آدم هاشن میشه، اما این چند سال بزرگتری هم کار دست رابطه همون داده، یه جورایی مواظبشم، یه جورایی مواظب من، انگار فیلم نشون میده. اونم با همین رویا و خیال سواری میکنه. نمیدونم مواظب خودش باشم یا رویاهاش. کی مواظب خیالا و رویاهای خسته منه؟ مگه میشه زنده موند و دید که سینما رو خراب کنن بعد ستون و پرده و آپاراتشو بریزن تو خیابون؟ نه جای موتور تو سینما هست، نه بیلیارد. این که شما به سینما پناه برید. میرم فقط شما اون بر واسه دیده نشین. چته اومدم آشا چته بس آقا خسرو کی هستین؟ سرما نخورین یه وقت. شما هر ستایتون یه کار دارین. اول شب دوتا آدم با هم حرف میزنیم ببینیم چی میخوایم. شد که شد، اما اگه نشد من جواز همه کاری رو دارم. باریکلا بچه زرن، ما نمیخوایم خونه این حرفا باشه. اون خانوم برگرده. کجا برگرده؟ گوش کن امی، این سومی هنوی چی نگفت؟ اونم بعد از اینکه ما رو ترسونده. من حرف بلد نیستم، اومدم اینجا کار رو تموم کنم. زیر این بارون که حرف زدن نداره پسرم. من جنده چه اینا حرف بزنید؟ چرا وقتتون رو میدیم به اینا؟ یه غلطی کردم پاشونو گذاشتم اینجا با من. وجود دارم میان تای خدونم چند چند دیر زخم بابا. ببین بچه وجود داره بابا، فیلم بدون سر صدا تموم شه. اون خانم ما خونش فرار کرده، اومده اینجا تو قمارخونه پیش شماها. تو رو داره میگه نزدیک چیه خانم باشین شما؟ آخرش اون که وابسته قانونی این خانومیه یه قدم جلو بیاد تو. کدومتون ها؟ ببینم شماها چیکار هستین که میخواین برش گردونین سر خونه زندگیش؟ ببین ما، ببین امیر خان، اینا میخوان این خانومو ببرن، ما هم بگیم چش. اون وقت نمیگم مرداتون کو؟ ها حرف حالیشون نمیشه. بلند شو رامیو. بپا شده نیایی با زبون خوش. آقا مظفر که بیاد هم تو میای هم باشگاه این بیچاره ها تعطیل میشه. خب این آقا مظفر رو میآوردین کارو تموم میکردن کیه؟ ببین همونی که همه تهران و پروازای داخلی و خارجی و گاراژ و قطار و اتوبوس ها عقبش گشته. مظفر شوهرشه. دروغ میگه مردی که، یا خدا، بزرگتر ندارم، عزت که دارم، احترام که دارم، هنوز خوار نشدم. تو نبودی که لگت زدی به عکس مرحومش؟ مگه منو به این روز انداختی؟ ای مردی که، بره تو گوش تو هر جای دیگرت. برو بهش بگو خودش بیاد. مرد خودش میاد دنبال زنش. این همه حقوق بگیر و نون بخور نمیخواد. خسرو برو 110 امیدا بگیر. میگیرم. اینا اگه منو ببرن دست هیچ کس به منو بچم نمیرسه. بفرمایید آقا جون. تا صبح 3 ساعت مرد جلو نامرد میخواد. دفتر کاغذ به دست برگردی. این خانم جاش امنه. با شوهرش بیاد
سعی و سالم از سر در بفرمایید. سداده زندگی نمیکنه. هر جا نفس بکشه ما بالا سرشی. بفرمایید آقا جان. چی شد جمال؟ تموم شد؟ نه بابا، اونا که تو باشگاه تنها نیستن، چند تا قمارباز دورشون کرد، اما عقب افتادگی ندارن که بخوری ازش عبور نداشه. ببین آقا جمال، بله، نذار کار سخت بشه، پای پلیس وارد نشه. ببین کار سخت شده، کار کار سختیه، داره باریک میشه. اینایی که من دیدم ساده تموم نمیشه. ما میگم باز پیشنهاد درصد بهشون بدیم. میزنی که خیلی نفهمه. فقط بیاد بیرون. این همه پول دست این. ببین آقا وکیل، به اون خانم بگین درصد ما اندازه نیست. این کار خرج بیشتری داره. خب پیداست توی همچین وقتایی درصد میره بالا دیگه. این شیوه ها مردوده آقا جون. لکه های شما جنسای معینی میپیچن ها؟ بله. این پولا درصد ما نیست. با این دو تا جوون و این باشگاه ما اضافه کاری داریم. میخوای درصدتو ببری بالاتر؟ خیلی خوب، مظفر که نمرده، زنده است، اینجاست. نشونی رو زودتر بده به من، خودم میخوام بیام اونجا. خودم میخوام بیام با چشای خودم زنی که رو ببینم. میخوام ببینم کیه. میخوام ببینم چه جوری تو چشای من نگاه میکنه. یه خورده گوش کن خانم. شانس آورده پناه برده به باشگاه بیلیارد. اون تو هم معلوم نیست کی به کیه. آدمای مرد قمارباز خوب اگه پیدا بشه که شده، کارمون سخت میشه. تو قماربازا که بیلیارد قمار نیست. مرد خیلی پیدا میشه که پشت یه زن اونم این ریختی وایسن. هرچی میخوان امشب بهشون بدین و کارو تموم کنن. بله؟ بله، یادداشت بفرمایید. بله. لاله‌زار، سینما متروپول سابق. ما مفتدیم تو این داستان زیادی. رابطه‌ای که نمی‌شناسی. خسرو رفتی؟ بله آقا. آخرشو همین جوری که خانم میخواد تمامش میکنیم بی درد سر. چیه خسرو؟ آقا داره تلفن میزنه. نمیدونم بکی. نه نرفتن. دقیقا دم در خروجی واسادن. اگه ریگی به کفششون نباشه بر میگرد. منتظر صبح نمیدون. خیلی چی گفت؟ با یه جای دیگه تماس گرفتن. داره صبح میشه. خدا به خیر کنه. شبی داره تمام میشه که به هم یاد داد روزو چجوری زندگی کنم. من فقط میخوام برم سر خونه زندگی. پسرم. چیزی نمیخوام. شما پشت من وایسادین. هیچی نخواستین. مهمون فرازاری بودم. داره صبح میشه. چیزی نمون.
اما راحت تموم نمیشه. اونا پول تو رو میخوان، نه اون خانوما که نمیشناسی. شما راست میگی، اونا دنبال درصدشونن، دنبال ارث بچه من. بگیرنم به اون خانمی چی نمیدن، به اونم کلک میزنن. اما من از پس خودم برمیام، بالاخره منم از عدالت یه سهمی دارم. خسرو، بذار اول اونا بیان. با این چنان میزنم رو سرشون، جای مخ فوزورات کلشونه اینه چاحت میکشم بیان. همین چوب بیلیاردم خوبه. کی این زنی کرده اینجا را داده؟ کی؟ کی این تعفنو اینجا را داده؟ ها؟ خانم دیدین؟ بقیهش کار شما نیست، کار ماست. خیالتون راحت. شما که کاری نکردین. خانم شما بفرمایین تو ماشین، ما اونو میاریمش بیرون. کارو خراب نکنین، واسه شما خوب نیست. تو این سینما پر شر خانم. راست میگی دیگه، شما تو ماشین باشین بهتره. تو دیگه چه میگی؟ تو کدک خوری؟ کی هستی؟ ببین، میخوای مال شوهر منو بالا بکشی؟ شده دردم وکیل میگیرم از تو. ما این خانومو به شما تحویل نمیدیم. آقا لرش داریم بریم دیگه. مگه لنگواره؟ من عقبه پول قایم شدم. هی کجا ببرینش؟ مثل که تو هنو نفهمیدی. این خانم خیلی سنگین تر از این حرف هست که ببریمش. اینا حواسشون بیشتر پی پوله، کاری به نجات و این حرف ها ندارن. نمیذاریم بره. خانم قرار ما این نبود. با احساسات شما که نباید ما ضرر کنیم. ما از این معامله پرتشیم. بات به اینجا برسه، دست به این خانم بزنی. باید ساقب ما هستیم. Come on!
الان بهتر وقت در پشتی ببرم. بریم بریم. خب رو بساده کجا برم؟ تو دیگه بیرون باش، دیگه کاری با تو ندارم. نذاشتی کارمو تموم کنم، سهممو باید بدی. میگیرم ازت. تو اون آدمات فقط به درد راه انداختن شر میخوری. شر رو پول تو را میندازه. پول را بیافت، را بیافت. دیگه اونا رو ندیدم، انگار رفتن تو اون فیلم ها، عکس ها، انگار رفتن تو اون سینمای مخروبه، نشستن رو اون صندلی ها، انگار هر دوی اون دو تا یکی بودن. اونا سخت پیدا میشن، باید وقتش بشه. فقط آرزومه یه دفعه دیگه اونا رو ببینم. تاج گل میده، دو تا دست برید از ساعد منو سمت یه در حل میده. زندگی مو سکندری رفتن، این خیابون چقدر تاریکه، رد خون مثل سایه با همه رو تنم، زخم تیغ گزلی که قلبم رو توی الکل انداختم، عشقم لهجه قفس داره، تره دست سرخ رو پردست، هنوز این سینما نفس داره. من تو این سینمای خاک شده فیلم های پر از جنون دیدم، من رفیقای جون جونیم و سرد و بیجون شده تو خون دیدم. رو لب تیر
عاشقت بودم رو لب تیغ، زندگی کردیم راهمون از تو خون گذشتم، ما کاش میشد دوباره برگردیم. رو لب تیغ عاشقت بودم رو لب تیغ، زندگی کردیم راهمون از تو خون گذشتم، ما کاش میشد دوباره برگردیم. روی آسفالت لاله زار رنگام، یه نفر داره چونه میندازه منه، کی میدونه تو پای تخت امشب تیغه یکن تا زامنی بازه. من هنوزم قدیمیم مثل نه قهرمانای توی اون فیلم ها، تو که رنگت عوض شده ده بگو پس چرا زجه میزنه دنیا. ما کجای خرخ زمین خوردیم که هنوز روی زانو راه میریم، خواب هامون رو رگ زدن اما اونقدر زنده ایم که میمیریم. کوچه از هر دو سمت بنبسته، لکنت و خط بزن از این فریاد، بعد از این دیگه شیر و خط یکیه، بعد از این دیگه هر چه بادا باد. رو لب تیغ عاشقت بودم رو لب تیغ، زندگی کردیم راهمون از تو خون گذشت، اما کاش میشد دوباره برگردیم. رو لب تیغ عاشقت بودم رو لب تیغ، زندگی کردیم راهمون از تو خون گذشت، اما کاش میشد دوباره برگردیم.